روز حساب شب قبلش که ساعت 5 ما قرار بود بریم پست فرمانده، من یه ربع زودتر رفتم پست فرمانده. یکی از دوستانمون اونجا بود به نام آقای شورچه، گفتم اسمشون منصور بود، گفتم منصور ماموریت کجاست؟ گفتم بغداد. گفتم من صبح فردا صبحونه رو بغداد میخورم. گفتش خداوند انگار به من الهام کرده بود که من شهید نمیشم ولی اسیر میشم، و اصلا بهم ثابت شده بود که این ماموریت که برم، حالا فکرم کردم که دوران شهید بشه ولی خودم فکر میدونستم که اسیر میشم. بعد تون پروازی که انجام دادیم با هم دیگه و سه تا دیوار آتش رد کردیم روی به سمت بغداد، هواپیمای ما مورد اصابت ضد هوایی قرار گرفت، موتور راستمون آتش گرفت و موشک های رولان ما رو از سمت راستمون می زدن. من قشنگ می دیدم که موشک ها تو هوا حالت قوس بر می داشتن، می خوردن به هواپیما. و پالایشگاه هم که زدیم، از اطراف پالایشگاه هم شروع کردن زدن ما. من دیگه تو آینه های هواپیما نگاه کردم، من کل هواپیما آتش گرفته داره می سوزه. شهید دوران به من گفته بود که اگر اتفاقی افتاد که منو نپرون بیرون، ولی همون لحظه دستم رفت واسه کامان سلکتور والو، یعنی حالت دو نفره بذارم اینجکشنو. یه دفعه دیدم دستگاه جلو چشم سیاه شد و از همون موقع من دیگه بیهوش شدم دیگه. بعد زمانی هم که توی دژبانی یه سرباز دیدم که زبون انگلیسی بلد بود، میتونست کم صحبت کنه، گفت شما همون خلبان نیستی که دو ماه پیش رو بغداد هواپیما آتیش گرفته بود؟ گفتم چرا، شما چی دیدی از اون هواپیما؟ من فکر میگردم شهید دورانم پریده بیرون و اینا ممکنه مفقود نگشت داشته باشن، چون میشناختن. وقتی که من همون اول به گفتن که با کی بودی، گفتم با دوران، و دیدم به هم دیگه افسرهای به حساب ساواکشون به هم دیگه نگاه کردن، گفتن ای دوران بوده. بعد گفتم پس اون کو؟ گفتن نپریده بیرون. ولی من حرفشون باور نمی کردم تا اینکه اون سرباز عراقی رو دیدم، گفت شما هم خلبان نیستی که دو ماه پیش هواپیما آتیش گرفته بود؟ گفتم چرا، شما چی دیدی از اون هواپیما؟ گفتش که من دیدم یه دونه چتر از توش اومد بیرون و هواپیما شیرجه کرد تو شهر. یعنی درست گفت دو سه ثانیه بعدش هواپیما شیرجه کرد داخل شهر، که شهید دوران دیگه نپریده بود. یا این اقدام پرهشم من انجام ندادم، یا شهید دوران آخرین لحظه دید که هواپیما دیگه قابل کنترل نیست. هواپیما تو یک پیایوی خیلی خفیف افتاده بود، یکی از موتورامون افتاده بود، RPMش دور موتورش 85، یکی 100 بود و احتمال خیلی قوی ایشون اقدام که بار ایجکت یا اینکه آتیش رسید جایی که راکت های من عمل کرد. و خداوند میگن تا نخواد برگرد درخت نمیفته، واقعا همینجوره. یعنی تو اون حالت آتش و تو اون بنزین و روغن و اینا که داره میسوزه و درست از پشت سر من تا ته هواپیما داشت میسوخت، که من بعدن که اومدیم ایران سال 81 جنازه شهید دوران آوردن، خودم رفتم بالای جنازش، اصلا به حساب جنازش باز کردیم، اصلا کل لباس پرواز ایشون سوخته بود، فقط زیپش سالم مونده بود و حتی موهاش هم سوخته بود و یه تیکه های از پاش بود، مثلا پوتینش بود. یه خانومش پرسیدم که شماره پاش چند بود، گفت 44 بود، که اون پوتین امریکایی بود سایز 10 بود. و
همون موقع دندونشو من تاریخشو من نگاه کردم، درست همون روزی بود که ما رفته بودیم این ماموریت انجام بدیم و اونجا دیه نشم با پسرش دندوناشون بردن چیز کردن، چک کردن و ثابت کردن که خود شهید دوران بود. نیمتگش هم بود ولی نیمتگش ولی خیلی جالب برای من این بود که این بچه شهیدایی که ورده بودن اونجا جنازه ها رو باز میکردن لباساشون همه سالم بود. مثلا خانم آزاد اونجا بود گفتش که من روزی که شوهرم رفت پرواز زیرپوش زرد پوشیده بود و این لباس پروازش سالم بود، من زیرپوش کشیدم پایین همون زیرپوش زرد تن منصور آزاد بود. یکی از دیگه از شهیدها رو الان اسمش قشنگ یادم نیست، ایشون فقط یک اندازه یه مشت لباس پرواز سوخته شده بود، دیگه هیچی، نه استخونی داشت نه جمجمه داشت نه هیچی. و این شهیدا بودن که واقعا زحمت کشیدن و بیشتر کلن خلبان ها کلن نیروهایی از اون سربازش گرفته تا هم‌آفر و افسر و خلبان همه زحمت کشیدن، همه مثل تیم هم زحمت میکشن تا اینکه یه نفر بره گل بزنه، یعنی همه زحمت میکشن، حالا نفر جلو میره گل میزنه و معروف میشه. حالا ما در حال کار خودمونو کردیم و خوشحالیم که تونستیم یه خدمتی به هموطنانمون انجام بدیم. والا کلمات در مقابل این همه رشادت اصلا جفت و جور نمیشه. جناب کاظمیان شما شاید حالا خیلی راحت میایین این بحث رفتن و حالا این داستان پروازتون رو تعریف کنید. اولا که جا داره اینجا ضمن این که از حضرت عالی از جناب شهید دوران عزیز یاد میکنیم و تشکر از شما میکنیم، از جناب باقری عزیز، تیمسار باقری و تیمسار بزرگوار محمود اسکندری هم به خاطر اینکه همراه شما بودن. و حالا اینکه من فقط شنیدم وقتی تیکاف میکنید اگر اشتباه نکنم جناب دوران به جناب اسکندری میگه شما لیدو بگیر، یا اینکه جناب اسکندری، من اینو یادم، شما یادتونه؟ ببین ما سه فروند هواپیما اسکیجول شدیم، یعنی شدیم که بریم این پرواز انجام بدیم. حالا اون روز هم روز بعد یا روزهای بعدش هم همین سه تا هواپیما بودیم، من و شهید دوران بودیم، جناب اسکندری و آقای باقری و مرحوم توانگریان و خسروشاهی. من بعد ما که رفتیم داخل هواپیما این هیدینگ ایندیکیتور اتیدینکیتور ما واسه خودش همینجور میچرخید. بعد میکانیکا به ما گفتن هواپیما باید ابورت بشه، یعنی پرواز نکنه. بعد شهید دوران گفت حیف این پرواز ما از دست بدیم. قانون بر این بود که هر ست هواپیما بلندشن برن تا لب مرز، اگر شماره یک و دو سالم بودن رفتن تو مرز، شماره سه برگرده. و ما اونجا چون مکانیکا گفتن باید ابورت بشه، گفتیم ما به عنوان شماره سه وای میسیم، شماره یک جناب اسکندری بشه، شماره دو توانگریان و ما شماره سه. وقتی که رفتیم سر باند و توی باند دویدن، حالا نمیشه بگی که علت چی بود، جناب اسکندری بلند شدن، جناب توانگریان چترشون پرتاب شد بیرون و گفت هواپیمای من اشکال داره، من ادامه نمیدم. و همون لحظه ما ادامه دادیم بلند شدیم که من حس میکردم که الان بلند شدیم، تیل هواپیمای جلو میخورد زیر هواپیمای ما، یعنی اینقدر نزدیک به هم بلند شدیم. و تا نزدیک کرمانشاه جناب اسکندری به عنوان لید بودن، بعد نزدیک کرمانشاه
جامون عوض شد، ما شدیم دید و جناب اسکندری شماره دو شدن که ادامه دادیم از جنوب ایلام وارد عراق شدیم و اون داستان های کلن خود همه ملت میدونن. لب مرز برای ما یه موشک پرتاب شد که من به شماره دومون گفتم موشک واسطون داره میاد، ولی سرعتمون چون بالای 450 مایل بود اون نمیخورد. هفت بود و دیگه به ما نرسید. اون مثلا یه 200 متر مونده به هواپیما منفجر شد. ادامه دادیم تو خاک عراق گرفتیم، رادارای عراق بغداد ما رو گرفتن و ما با اینکه سیپایی پرواز میکردیم تو اونجا زمینش خیلی صاف بود، راداراشون خیلی راحت ما رو میگرفتن، ولی یا شاید موج رادارشون میخورد به هواپیما و اون را سیستم ما دستگاه نشان دهنده اینکه رادار گرفته اون به ما نشون میداد که یه موجی از رادار به ما میخورد که خدا بیامرز اسکندری به دوران گفت که جی سی ای ما هم روشن میشه. بعد شاید دوران گفتش که معذرت خواهم یه لغت بدی به کار بود، گفت میگه برم من زیر زمین پرواز کنم، من که ارتفاعم مثلا سیپایی زمینه، حدود 10 متری زمین بود که ادامه دادیم. بیشتر شاید دوران به من میگفت که تو مواظب هوا باش که هواپیمای عراقی نیام رو رای گیری کنن. و ما رو آی پی پوینت مون که رسیدیم، من به شاید دوران گفتم آی پی پوینت رسیدیم بچرخ به سمت راست، قرار بود ما 270 می رفتیم بچرخیم 360، حدود ساعت 2-3 که پالایشگاه رو می دیدیم حمله می کردیم رو پالایشگاه که عباس خدا بیامرز به من گفت که هنوز به پل نرسیدیم. گفتم چرا پل رد کردیم؟ همون لحظه جناب اسکندری گفتش که پل رد کردید، ما میچرخیم شما بچرخید، که اونا دوباره شدن شماره یک، ما شدیم شماره دو. حدود 500 متر جلوتر ما بودن، گاهن که تو افق میمد بالا من هواپیماشون میدیدم. هنوز آفتاب نزده بود، حدود ساعت 5:45 ما بلند شدیم، حدود 6:30 صبحم روز 3 تیر ما بود که ما رو بغداد بودیم که بعد هواپیمامون رو زدن. اونها هواپیمای ما رو دیده بودن که آتش گرفته و زمانی که از اسارت برگشتم با جناب اسکندری و جناب باقری صحبت کردم، اینها گفتن که ما به شما میگفتیم بپرید بیرون، هواپیما دون آتش گرفته، ولی انگار رادیو ما قطع شده و ما نمیشنیدیم اینو تا اینکه اون اتفاق آخر افتاد و ما نفهمیدیم چطوری پریدیم بیرون. و این شهران هم شهادت رسیدم و شاد و گرمون بود. من میدونم خانم دوران داره لایو رو میبینه، امیر عزیز